خب برای اینکه دید کلی نسبت به موضوع کتاب و چاپ کتاب داشته باشیم، انتخاب کردم آماری رو از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمار چاپ کتاب در سه مقطع رو خواستم مقایسه بکنم. یکی سال 76 که آخرین سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، یکی سال 84 که آخرین سال دولت محمد خاتمی بود، و سال 88 که آخرین سال دولت نهم محمود احمدی نژاد بود. سال 89 رو به حساب نیاوردم چون هنوز این سال به پایان نرسیده و خب به هر حال برای توازن ترجیح دادم که سال پایانی کامل سال باشه. کل آمار انتشار کتاب در سال 76 15000 جلد بوده، در سال 84 51000 و در سال 88 به 60000 رسیده. از بین کتاب‌های منتشر شده کتاب ادبیات رو انتخاب کردم. در سال 76 3247 کتاب چاپ شد، در سال 84 9196 و در سال 88 12006 جلد کتاب. انتشار کتاب‌های دینی رو هم یه مقایسه‌ای کردم. سال 76 3394 کتاب چاپ شده، سال 84 10097 جلد کتاب و سال 88 10153 جلد کتاب دینی منتشر شده. و آخرین نموداری که میخوام بهتون نشون بدم مربوط به انتشار کتاب هنر، کتابای هنری است که در سال 76 719 جلد بود، در سال 84 2118 جلد و در سال 88 به تعداد 2316 جلد رسیده. به هر حال این منحنی ها و شیب خودش بیان کننده نکاتی است. بعد از این مقایسه ها برسیم به گزارش اول برنامه که نگاهی داره به سانسور و ممیزی در ایران و به ویژه بعد از انقلاب. نظارت دولتی بر چاپ و نشر کتاب دهه هاست در ایران وجود دارد. چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، وزارت فرهنگ پیش از انقلاب یا فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از انقلاب متولی نظارت و سانسور کتاب بودند. اما هر کدام رویه‌ای داشتند که گاهی سخت گیرانه بود و گاهی با مدارای بیشتر. بعد از انقلاب اسلامی رویه این شد که نویسندگان کتاب باید نسخه ای را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند. پس از مدتی این وزارتخانه نظر نهایی در مورد چاپ کتاب، لزوم اصلاحات احتمالی و یا عدم چاپ کتاب را اعلام می کند، رویه‌ای که شاید ماها طول بکشد. دولت مردان جمهوری اسلامی ترجیح می دهند به جای سانسور از واژه ممیزی استفاده کنند. در دوران دولت خاتمی سختگیری کمتری به نسبت سالهای قبل در حوزه چاپ کتاب شد و همین مسئله همواره مورد اعتراض منتقدان محافظه‌کار و سنتی او شد، تا جایی که وزیر فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی را برای استیضاح به مجلس کشاندند. بعد از تشکیل دولت احمدی نژاد، یکی از منتقدان دولت خاتمی یعنی محمد حسین صفار هرندی، نویسنده روزنامه کیهان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. سختگیری ها بر نویسندگان افزایش یافت. دوره ممیزی ها نیز طولانی تر شد و در 4 سال فعالیت دولت نهم، با اینکه دولت مدعی شد چاپ و نشر کتاب افزایش یافته، اما با اعتراض نویسندگان همراه بود، به خصوص که نوع تازه‌ای از محدودیت و سانسور در دولت نهم آغاز شد. مجوز بسیاری از کتاب‌هایی که تا چند سال قبل تجدید چاپ می‌شد لغو شد یا تجدید چاپشان مشروط به اعمال اصلاحات تازه‌ای شد. این موضوع در مناظره‌های معروف انتخابات گذشته از سوی میرحسین موسوی در انتقاد از دولت مطرح شد و برخی آن را تنها انتقادی دانستند که محمود احمدی نژاد پذیرفت. در سالهای اخیر بسیاری از نویسندگان و مترجمان روی به انتشار آثارشان در اینترنت یا خارج از کشور آوردند که عملاً سانسور و محدودیتی برای آن نیست. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن.